سلام دوست عزیز، با شما میفهمید چی یادم رفته؟ یک دقیقه. بازم سلام دوست عزیز، خوش آمدید به برنامه گورگ. نامی من یاس و امروز در باره فریم ریت و شات اسپید که یکی از مهمترین چیز در بخش فیلم برداری است گپ میزنیم. فوکوس هستم. اول فریم ریت یا FPS frames per second در فارسی عکس در ثانیه، یعنی ویدیو نیتون چندان عکس در یک ثانیه میگیره. زیادتر کامرا 24, 25 و 30 frames میگیره. از او کدام کامرای قیمتتر و خوبتر میتونه تا 50 و 60 frames بگیره و از او کدام قیمتتر تا 120 و از او کدام بالاتر میگیره. ممکنه کامرتون 25 فریمز بگیره، مگه شما فقط 24 یا 30 فریمز انتخاب میتونید. در این حالت برید سر ویدیو سیستم و پال رو انتخاب کنید و اگه خواستین 30 فریمز فیلم برداری کنید باید NTSC رو انتخاب کنید. با NTSC 30 فریمز فیلم برداری میتونید و با پال 25 فریمز. 24 یا 25 عکس در یک ثانیه یا فریمز استاندارد است. زیادتر مردم 25 فریمز استفاده میکنند و تقریبا کلی فیلم های سینمایی 25 فریمز است. در اروپا، در افغانستان، در پاکستان، در ایران و در زیادتر کشورهای دنیا مردم پال استفاده میکنند، یعنی 25 فریمز. 30 فریمز را مردم در امریکا، در ژاپن، در چین و در چند کشورهای دیگر استفاده میکنند. ای از خاطر سیستم برق اوناست. مگه این بخش برای ما شما فعلا مهم نیست؟ شما میتونید NTSC و پال رو گوگل کنید که چی در کدام کشورهای دنیا استفاده میشه. یک گپ خیلی مهم دیگه، شما میتونید ویدیوتون 50 60 یا 120 یا هر قدر دلتون شد فیلم برداری کنید. مهمی است که او ویدیو را 25 یا 30 فریمز رندر کنید، یعنی ویدیوتون که جور شد یا تکمیل شد باید 25 یا 30 فریمز داشته باشه. مهم نیست که چند فریمز فیلم برداری کردین. خیلی زیاد مردم ها 25 فریمز میگیره با زور تصویر رو استفاده میکنن. دیدین چه خراب معلوم میشه؟ ای از این خاطر است که ویدیو با 25 فریمز گرفته شده و 50% آهسته شده، یعنی دو برابر شده. مثلا شما یک ویدیو یک ثانیه‌ای را با 25 فریمز فیلم برداری میکنید و او را 50% آهسته میکنید، باز او ویدیو یک ثانیه‌ای 2 ثانیه میشه. مگر ویدیو اصلیتان فقط 25 عکس در یک ثانیه داشت، با شما یک ثانیه را 2 ثانیه جور کردید. از این خاطر ویدیو 2 ثانیه‌ایتان مکمل فقط 25 فریمز داره، یعنی یک ثانیه تان فقط 12.5 فریمز داره و 12.5 عکس در یک ثانیه برای یک ویدیو خیلی خیلی کم است. از او خاطر ویدیو انتان خیلی خراب معلوم میشه، چون تقریبا هر عکس دیده میشه. باز اگه خواستین تصویر رو آهسته جور کنید، فریم ریت تان یا FPS تان باید بلند باشه، مثلا 50 60 و از او کده بالاتر. این ویدیو با 50 فریمز گرفته شده و 50% آهسته شده. ویدیونی که 50 یا 60 FPS گرفته شده باشه از 50% زیادتر آهسته نکنید، چون بازم همو عکس هر ثانیهش کم میشه. خب میایم طرف شات اسپید. در ویدیو پیش خود توضیح دادم که شات اسپید چی است و گفتم هم که شات اسپید در بخش عکاسی و فیلمبرداری متفاوت است. اگه او ویدیو ندیدین در پایین لینک میمونم او رو سعی کنید. در فیلمبرداری شات اسپید تان در فریم ریت تعلق داره، هر دوش یک جای کار میکنه. هر قدر فریم ریت تان بود باید شات اسپید تان دو برابر باشه، یعنی اگر 50 FPS فیلم برداری کنید باید شات اسپید تان 100 باشه و اگر 25 FPS فیلم برداری کنید باید شات اسپید تان 50 باشه. مگر بعضی وقت دقیق دو برابر شات اسپید پیدا نمیشه. در اون حالت کوشش کنید همون نزدیکترین شات اسپید را انتخاب کنید. مثلا با 24 FPS شات اسپید تان با 48 می بود، مگر شات اسپید 48 وجود نداره و 50 نزدیکترینش است. از اون خاطر 50 را انتخاب کنید. اینم قانون شات اسپید همراه فریم ریت بود، مگر عملیش اونقدر زیاد فهمیده نمیشه که شات اسپید تان دقیق دو برابر فریم ریت بود یا نه. از این خاطر کم تا بال شد فرق نمیکنه. و این بود برنامه امروز. تشکر از تماشایتان، امیدوارم کمک تانسته باشم و اگه خواستین ما براتان زیادتر ویدیو نوازش عکاسی و فیلم برداری جور کنم، لطفا یوتیوب مرا و اینستاگرام مرا سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی مرا عزیز ندهید. موفق باشین تا برنامه بعد. خداحافظ.